صبح زیباتون بخیر، خوش آمدین و خوشبختانه مهمان دار هستیم. بفرمایید شبانه جان. بله، با مهمانان خیلی خوب ما فرزانه حیدری عضو تیم آرا در ولایت بلخ و همچنان جناب آرمان کریمی عضو تیم آرا در ولایت هرات و عزیز الله قریشی مسئول تیم گردانندگان آرا در ولایت بلخ با ما هستن و در مورد فعالیت هایشان و همچنان پلان هایی که دارن با آینده بیشتر صحبت ها را می داشته باشیم و شما هم تا پایان این بخش ما را همراه باشین. سلام، صبحتان بخیر، خوش آمدید. ممنون شما. سلام وقت بخیر دارم خدمت شما و همچنان بیننده های عزیز که همین اکنون ما را بیننده هست از تلویزیون جهان خورشید و یک سلام خاص به همکارای تکنیکی شما. امیدوار هستم هر افغان ما در هر گوشه و کنار افغانستان هست دارای صحت و سلامتی کامل بوده باشید به دور از گزند روزگار. عزیزالله قریشی هستم، مسئول تیم گردندگان آرا در بلخ و همچنان عضو سازمان جهانی دفتری گف. بسیار خوب. منو حیدری سلام. سلام علیکم، صبح شما بخیر و ما هم سلام تقدیم میکنم خدمت تمام بیننده های شبکه جهانی خورشید. امیدوار هستم همه هموطنای ما در هر گوشه ای از جهان که باشن سلامت باشن و یک مشکل که امروزه از کرونا است، امیدوار هستم همگی از این مشکلات دور باشن انشاءالله. خوش آمدین آقای کریم. سلام، صبح شما بخیر. امیدوارم که جور صحتمند سلامت باشین. خوشحالم که در کابل آمدم و خدمت شما هستم. آرمان کریمی هستم، عضو تیم گردانندگان آرا در ولایت هرات. بسیار خوب. خب آقای کریمی، آغاز میکنم صحبت را از شما. میپرسیم که در مورد تیم آرا بیشتر در ولایت هرات از شما بشنویم که چه کارهایی را تاکنون انجام دادید. تیم گردانندگان آرا حدود 1.5 سال میشه که در ولایت هرات شروع به فعالیت کرد. تحت نام تیم گردانندگان آرا در سطح کشور ما تیم تحت این نام یا یک مرجع مشخصی برای گرداننده یا برای آنانسر نبود. کسی اگر محفلی داشت یا به هر حال برنامه‌ای داشت باید به قول معروف سراغ میکرد یا که دنبال یک دوست آشنا میرفت تا اینکه برنامه رو پیش میبردن و گرداننده و آنانسر ستون فقرات یک محفل و یک برنامه است. یک برنامه با بالاترین هزینه ها یک گرداننده میتونه به بدترین محفل تبدیل بکنه و در این حال یک برنامه ای که با کمترین هزینه شده باشه همو گرداننده میتونه با همو جذبه، با همو قدرت، با همو فن بیان و تکلمی که داره میتونه رو به بهترین برنامه و با یک لیول بالای برای بیننده ها و برای کسایی که حضور دارن تقدیم بکنه. بله واقعا. خب میشه که جناب قریشی از شما هم بدانیم که در ولایت بلخ چگونه هست برنامه و شما روی کدام اهداف کار میکنید؟ ممنون شما. تیم آرا در ولایت بلخ 1 سال شده فعالیت کرده، چون ولایت هرات 1.5 سال میشه. در ولایت بلخ برنامه‌ای که ما ایجاد کردیم و همچنان بعضی محفلایی که نهادهای رسمی است غیر رسمی است ما گردانش پیش می‌بریم و همچنان بخشای ظرفیت سازی و رشد جوانان ما کار می‌کنیم. به خاطر ظرفیت سازی سمینارهایی که راه‌اندازی کردیم و همچنان گفتمانانی که از صنف‌های فنی بیان گویندگی از تیم خود آرا ایجاد شده فعلا در حال فراگیری فن بیان و گویندگی هستند و استادا تدریس میکنند. ما در اونجا صنفای فن بیان که ایجاد کردیم و همچنان گفتمانا که در اونجا بودک ما انوارای تعیین کردیم بخش فساد اداری که ما تقریبا 50 جوان را نظریش خواستیم و یک نظری کامل و جامع ساختیم که او را یک طرح عالی ساختیم به مرکز پیشنهاد میکنیم و همچنان مشکلات و چالش هایی که محصلین در پانتون می باشه این هم رو اندوزی کردیم، سرش کار کرده رسیم و پلان آیندی ما که فعلا سرش کار کرده رسیم قدرت بیان هسته. ما کوشش داریم که در سایر ولایت ها رو اندوزی بکنیم. فعلا در ولایت مدینه نظر گرفتیم که یکی ولایت بلخ است و همچنان هرات باستان که در اونجا ما سرش کار کرده رسیم. ما بتونیم در این برنامه شیرای را مشخص بسازیم، کسایی که در اینجا مطرح باشه و همچنان سخنرانی مشهور دعوت میکنیم در ولایت بلخ و بیشتر از 3000 نفر اشتراک کننده هستند. در اینجا ما جوانای نخبه هم از اینجا ما بین 2000 یا 3000 نفر مشخص میکنیم و به خود ریاست جمهوری در اینجا پیشنهاد میشه. ممنون شما. بسیار خوب. خب بانو ایندری از شما هم میشنویم در مورد تو اکنون چقدر شما فعالیت های زیاده داشتین، چون بانوان هم همیشه فعالیت های زیاده داشتن. بله دقیقا. یک ویژگی که تیم گردانندگان آرا داره ای است که جندر کاملا مراعات کرده. بسیار خوب. ما هم از دختر خانما داریم در تیم و هم از پسرها داریم.
گردانندگی های خیلی زیاد را ما تا هنوز پیش بردیم، برنامه های کلان را در خود مزار شریف و همچنان یک چیز دیگه که است در تیم ما به زبان های مختلف گوینده داریم، گرداننده داریم. زبان ازبکی است، انگلیسی است، پشتو است، ترکمنی است، دری است که ما میتونیم دینمی زبانایی که نام گرفتم در زبان گرداننده داریم و میتونیم در محفلی که ضرورت باشه اینا گردانندگی بکنن. یک موضوع دیگه که است میخوایم روش صحبت بکنم، هدف ما ای است که بتونیم برای جوانا انگیزه بدیم. بسیار ما خواستیم کار آغاز بکنیم، قدم بگذاریم تا باشه که برای دیگه جوانا باعث ایجاد انگیزه شوند. بسیار خیلی خوب، موفق باشین. میشه که جناب کریمی از ولایت هرات بر ما بیشتر بگوین که حضور دختر خانما چگونه هست و چقدر فکر میکنین که این برنامه، برگزاری برنامه تاثیر مثبت گذاشته و مردم چقدر علاقه دارن جوانا؟ ولایت هرات باستان طوری که از نامی و پیدا هست پایتخت فرهنگی کشوره. در تیم ما کاملا جندر مراد شده، ما سه آقا هستیم و سه خانم هستیم. خوشبختانه در ولایت هرات خانم ها به صورت گسترده فعالیت دارند، در بخش های فرهنگی، در بخش های مدنی، در تمام عرصه ها که هست در ولایت هرات خانم ها خوشبختانه فعالیت گسترده دارند، در تلویزیون ها، در رسانه ها، در رادیو ها و در همه جا. تیم ما تشکیل دادیم تا خانم ها و دختر خانم های زیادی هم انگیزه و روحی رو بگیرن تا به سر استیج حاضر بشن، بتوانن یک محفل های بزرگ 2000 نفری و بیشتر مدیریت بکنن. خیلی خوب، توانایی در خانم ها هست و ما کوشش کردیم که همون شرایط فراهم بکنیم تا دختر خانم های جوان، به خصوص چون تیم ما همگی جوان ها هستن و بر علاوه از 6 نفری که در هیئت رهبری هستین، ما حدود 200 یا 300 نفر هم زیر مجموعه داریم. علاقمندی جوان ها بیشتر است دیگه. بسیار بسیار، ما زمانی که تیم تشکیل دادیم علاقمندی و دوستا برای ما زیاد نشان دادن. ما حدود 250 تا 300 نفر زیر مجموعه داریم که به چی میگن، به کمک ما یا به رفیقانه کنار هم پیش میریم تا بتونن خیلی از اونا دستشان رو بگیرین، بر روی استیج بیاین، مدیریت کنن و برنامه بسیار بزرگ پیش ببرن. خیلی خوب. خب آقای قریشی از شما میپرسیم، حتما هدفی دارین که به کابل آمدین و با کدام چهرهای مطرح یا هم کسانی که حالا درست قرار دارن دیدن کردین یا خیر فکر میکنم یک ملاقات هم دیروز داشتین؟ دقیقاً، ممنون شما. هدف ما که در خود کابل آمدن ما سلسله چهرهای مطرح ولایت کابل هست که باید ما دیدار داشته باشیم، همچنان بعضی رسانه ها هم دعوت کردن. دیروز ما با جناب وزیر صاحب وزارت فرهنگ دیدار داشتیم به خاطر همین تیم و همچنان با معاون جوانانشان دیدار داشتیم که قرار است یک تفاهمنامه امضا بکنیم به خاطر همین تیم ما بتونیم سایر ولایتایی که هستن در اونجا فعالیت بکنیم و همچنان یک بستر بسازیم در اونجا، جای ظرفیت سازی جوانان و همچنان برای رشد فکری کار بکنیم. با اساس قرار است امروز یک تفاهمنامه باز امضا بکنیم با اطلاعات فرهنگ افغانستان. دیگر هدف ما با چهرهای مطرح با جناب دکتر شب عبدالله است، فعلا منتظرشون هستیم که اوکی بکنه و همچنان داخل هر کس هستیم که اونجا هم دیدار داریم و سایر بزرگایی که در بلخ وکیل پارلمان است فعلا در ولایت کابل حضور دارن، اینا رو می‌خوایم که ببینیم و همچنان با جناب آقای اجمل رحمانی دیدار داریم که فعلا فقط منتظر اوکیشون هستیم که اگر وقت ما تعیین کرد ان شاء الله میریم به حضورشان و پیشنهاد که پلانایی که داریم برایشان میرسانیم. بسیار خوب. و شما در جریان صحبتاتون اشاره کردین که میخواین فعالیت هایتون را به سایر ولایت هم انتقال بدین، مشخصا روی کدام ولایت ها شما فوکس دارین که بعد از این بخیر فعالیتتون را آغاز کنین؟ دقیقاً، اولا ما جنبی امنیت خیلی مد نظر میگیریم. در ولایتی که ما میخواییم فعالیت بکنیم از لحاظ امنیتی خیلی باید ما محتاطانه حرکت بکنیم. فعلا ولایت سمنگان است که ما همراه والیشان قرار است از اینجا بریم دیدار داشته باشیم و ولایت سرپول است، فاریاب است که کارش تکمیل شده و خود ولایت کابل هست که اینجا مرکزی نیاز است که یک جای یک بستر باشه برای کسایی که مجری کار داره، برای برنامه‌های رسمی غیر رسمی ما میتونیم که پیشنهاد بکنیم، قسمی که بانو حیدری گفت ما در زبان انگلیسی، ازبکی، ترکمنی، پشتو، دری همه جنبه رو ما مراد کردیم و همین ولایتایی که ما گفتیم در اینجا فعالیت آغاز میکنیم، نه تنها که بخش گردندگی ما پیش میبریم بلکه ما یک جای را میسازیم، یک مکان اکادمیک به خاطر ظرفیت سازی جوانان و همچنان فراگیری فن بیان گویندگی که بتونه همه جوانان از این زمینی که ما برایشان فراهم می‌سازیم مستفید شوند. خیلی خوب. خب بانو ایدری از شما می‌شنویم، کسانی که باید با تیم شما می‌پیوندن چی بانوان باشه چی آقایان، باید از کدام ویژگی‌های برخوردار باشن و کدام رشته را خوانده باشن؟ خب
گردانندگی خودش یک استعداد خاص میخواه، یک هنر است دقیقاً. کسایی که در تیم ما میان مشخص نیست از کدام رشته باشند. فرق میکنه، ما در تیم خود داریم که از رشته های مختلف است. خودم از ژورنالیسم میخوانم و همکار دیگه هستن که اقتصاد میخوانن، رشته های متفاوت. اما اینمی استعداد گویندگی را باید داشته باشن، همی گردانندگی که میکنن دقیقاً فن بیانشان باید خوب باشه. کسایی را که ما در تیم میگیریم اینمی ویژگی ها را که گفتم باید داشته باشه، فرق نمیکنه از کدام رشته باشه. بسیار خوب. یعنی دیگه از یک نگاه ببینیم همه گوینده کار دارین شما. بسیار خوب. موفق باشین بانو حیدری، آقای قریشی، آقای کریمی. همیشه شما میگونم موفقانم پیش برین و بتانین که موفقیت های زیاد از آنتان باشه. اگر حرف باقی هست مشتم از شما. ممنون شما. اگر دوستای ما پیام دارن، ما یک تشکری از مردم بلخ خود میگنم که همیشه ما را حمایت کردن تا اینجا رسیدیم و اگر ما را بنده هستن، باز دوباره سلام خود تقدیم میکنم که همیشه جور و سر حال باشن و یک تشکری ویژه از شما میگم که وقت خود را به ما سپری کردین و وقت دادین. ممنون شما. با امید روزی که هر جوان ما حرفی که در دل خود داره در عقب میز خطاب بیان بکنه بدون اج نو ترس دیگه، انشالله. فقط پیام می هست. با امید افغانستان آزاد، مستقل، بدون جنگ. افغانستانی که با اندیشه جوانان به پیش بره، افغانستانی که در رأس از جوانان باشه، فکر و اندیشه جوانان پیاده بشه. بسیار امید و آرزوی چنین دوستی داریم. خوشحال شدیم که در خدمت شما بودیم. ممنون از دعوتتان. سلامت باشیم، زنده باشیم. ممنونتون. بفرمایید. و ما قسمی که در جریان صحبتایم گفتم، ما در تیم ما هزار زبان، هزار قوم داریم. پیام ما همدیگر پذیری است. باید همدیگر پذیر باشیم. ما من حیث جوانای امروز که تحصیل کرده هستیم و موضوعات مثبت و منفی را از هم تفکیک کرده میتونیم، باید همدیگر پذیر باشیم. پیام ما است و جادار است از طریق تلویزیون شما، ما کسی که مرا حمایت کرده که من بتونم زحمت بکشم و خودم سر پای خود استاشم تلاش بکنم، پدر جانم است که زیاد سپاسگزار پدرم هستم. همیشه موفق. شما زنده و سلامت باشین. خوشحال شدیم. حالا هم یک وقفه کوتاه، دوباره برمیگردیم. ما را همراه باشین.